به هیچ چیزی که پای مادر هیچ زورگویی لبره هیچ زورگویی بلرزه به پیش میریم تا که آرمان و خواستهای مردم ما را به سرمنزل مقصود برسانیم. دوستای عزیز، میم سر آقای حکمتیار. شما میدانید که جمعیت اسلامی با حسن نظری که داشت اولین حزبی بود، قدرتمندترین حزبی بود که تمام اختلافات کنار گذاشت، گفت که آقای حکمتیار خوش می آید، آغوش ما باز است، بیاید به حکومت، برادران کار بکنیم تا جنگ از افغانستان چیده شود، دیگه خون فرزندان مردم ما نریزه. حمایت اعلام کرد. با مجردی که آدم پایمان با دولت تسلیم شد، از لغمان طنز و کنایه علیه جمعیت و ائتلاف علیه توریسم شروع کرد. گفت میشه که بیا خوب شود که نو ازوار برآمده، میشه که ذهنش روشن شود. به جلال آباد آمد، از او بدتر حرفای رکیک استعمال کرد. به قصر سلام خانه با کابل که آمد، محتمال دیگه به پایتخت آمده، حتما یه آدم دیپلمات هست، دیپلماسی میکنه، واقعیت ها را میدانه، دوای رهبری داره. نگه که من معلف بسیار کتاب ها هستم، مفسر تفسیر کننده قرآن کریم است و بسیار از خود آثارا بجا گذاشته، دوری رهبری به اساس افغانستان میکنه و سالهاست دههاست از دوری نهضت اسلامی که گاه سرد و گاه گرم و گاه اختلاف و گاه این آن خو آمده، فکر کردم که در 50 سال ای حتما چیزای را آموخته آل فهمیده آمده که در کنار حکومت با رعایت وحدت ملی کارهای خوبی خواهد کرد، حرفای خوبی خواهد زد. به سلام خانم که آمد صحبتایش، به لنگرار هم صحبتایش از آدرس زعامت کشور بود، نصیحت کننده به دیگرها. دولت وحدت ملی را خوی اکثر رد کرد، ساخته گفت آقای جانکیری است، این مشروعیت نداره. گفت ما با کسی نیامدیم، حالا که کلیتان دیدیم که شورای صلح شد و امضا کرد و برنامه را همیشه با گروه صلح آقای حکمتیار نشست داشتن و مذاکرات ها داشتن، بعد از سلام خانه رئیس جمهور مسئولین و شخصت ها را جمع کردن، در اونجا امضای آخری صورت گرفت. آخه تو خون با کلی معلوم است که تسلیم شدی. تسلیم شده مطابق اونم ماهیتش کمی عقب طبیبی که تا کجا پنهان بودی، کدام کشور در تو جیره میداد، با چی رخند روزگار زندگی تیر میشد، تو کمی عقب طبیبی. بعد سر شخصت ها و قهرمان ملی و احزاب سیاسی دیگه و اقوام دیگه تو بتاز. تمام احزاب میگه که یه سری رد میکنه. خب حرف رکیکی که علیه قهرمان ملی استعمال کرد، مزدخ خودی دستی کلگی تو دانا خدا نمیدانا، مزدخ تو هستی، زیر سایه کی بودی تاله؟ از کجا تمیل میشیدی؟ زیر سایه کی بودی؟ دغار در کجا پنهان بودی؟ فامیل در کجا زندگی میکرد؟ برای کلگی آینه وری معلوم است. تو در دوران جهادم که 65% حق کل تنظیم ها و مجاهدین افغانستان هم توسط امریکایی ها و پاکستانی ها میگرفتی و جهاد کمتر از خردترین حزب بود، جز به جنگ داخلی هیچ چیز دیگه تو وظیفه نداشتی. ما خود این ولایت ها که می دیدیم بعضی از برادرهایی که واقعا خدمت میکردن، جهاد میکردن از برادرهای اسلامی، اکثریتش که فرمان تو رو مستقیم رعایت میکردن و بدوش میکشیدن، بشانه میکشیدن، جز جنگ داخلی و حزبی و تنظیمی بین مجاهدین دیگه وظیفه نداشتی. خب در جهاد خودی کار میکردی، بهترین امکانات و بیشترین امکانات خود تو از بادارت میگرفتی. وقتی که حکومت اسلامی آمد با توافق توی بمیان آمد، دو معذرت صاحب، چهار رهبر شهید، بعد انتخابات، تو خی حکومت ها یک روز مارام نمونی همی راکب زده رفتی، با وجود که صدر اعظم هم بودی، تو که به نام قصاب کابل مشهور هستی، با کدام روی به کابل آمدی؟ تو که اعلان کردی که از امت رسول الله نباشم که یک سرباز امریکایی در افغانستان باشه ما در کابل بیاییم، با کدام روی بازم آمدی؟ تو که جهاد علیه همی حکومت، همی ملت، همی سربازا، همی اردو و قوای مسلح افغانستان، تو که جهاد علیه شن اعلان کردی،
با کدام رویال جاری تا گرفتی پس آمدی چی تجراند؟ آقای کرزای خوب مجایتر از دیگرها بود. حالی چی استدلال داری که امریکا نتانه که هست قواش هم تمدید کرد که داداش هم بیشتر میسازه، اکثر جامعه جهانی هم هست. پس این حرف تو که یک امریکایی باشه و از امت رسول الله نباشم که بیایم چی شد؟ تو که جهاد اعلان کرده بودی، حالا ما چی رقم مسلمان خوب شدیم از نظری تو دیگه البته که جهاد علیه ما را پس گرفتی و تو خود به شرمان آمدی زیر بیرق امین نظام علیه زندگی میکنی، برای قصر جور کده خارجی ها اینمی امریکایی و اینمی انگلیسی و اینمی ایم آی سکس برای تو خود جیره میتا خرچتا میتا امی قصر خدیبی پول کمک دنیا برای تو جور شده. زیر قصر چشتی دیوارای کانگریتی هم اطراف را گرفتی به ایوازی که تو یک گلسالی قریه را تسلیم میکردی و برای سال یک پیام میداشتی، تو هنوز یک هزاران میسال از دولت گرفتی، در اولی روز 500-600-1000 میسال های جدید از حکومت گرفتی، از بغلان که برای توضیح کرد که سال شده با اون سال امریت خود گرفته آمدی. پس معلوم است که تو همه چیز را دست دادی، همه چیز را دست دادی. او پفی که تو کلان کردی که ما آمدون ولایت ها را سو خود میتون، ولسوالی ها را سو خود میتون، کجاست او سو خود؟ در کل قمندانه یک دوست داری به نام میرویس که در بغلان می جنگه، گاهی میره معادن زغال سنگ اشغال میکنه، گاهی راه را میگیره، گاهی آدم میکشه و جز دوزی دیگه هیچ کار نداره. تو خود دیگه قمندان نداری. آه مگر ما زرداری که زرداد قمندانی که 20 سال حبس در لندن تیر کرده، اگر رای اونو را مسئله کنی یک چیزی جور بگیره خب گفته نمیتونم. در غیر او بگل مگلی که دورو پیش ما بود خب چیزی کرده نمیتونم، از او چیز ساختم نمیتونم. خب هر روز تو میایی سر قومگب میزنی و اوس و اختلافات گلجایی دورانی را انداختی و دمی راستا کار میکنی که همه مردم ملت افغانستان میدنن، با او را زیرکانه کار میکنی و این طرف اقوام دیگه را به زبان میاری، همیشه توهین میکنی، فارسی دری را تو به میان میری، ترمینولوژی را تو در بارشگر میزنی، گای استاد ادبیات بشی، گای از آدرس زعامت حرف میزنی، گای از آدرس رسانه قدرت در افغانستان گم میزنی، خود در چاردیوری شیشتی بر آمده نمیتونی، پشت گبیون ها و دیواره کنگریتی شیشتی میگی که من اجازه نمیتونم چنین شود، اجازه نمیتونم چنان شود، ما کسر اجازه نمیتیم، تو کی اصیل از کدام آدرس اجازه میتی نمیتی؟ من نمیخواستم که زبان در باری تو باز بکنم، چون هیچ کسی در باری تسلیمی و اوی که برش تسلیم شده حرف نمیزنه. من تو ما را مجبور ساخته که ذهن مردم را روشن بسازیم که تو کی هستی، در کدام موقف هستی و چرا یرفا را میزنی. تو میخوایی که خود شخصیت بسازی، مطرح بکنی و زید ایران گه بزنی، زید شیعه گه بزنی، تا از بعضی کشورهایی که زید ایران از پول بگیری. این دیگه جز همین تجارت چی شده میتونه دلیل؟ ما امپراتوری ایران در مزار تحمل نمیکنیم. آخه کدام امپراتوری؟ تویی که در ایران 4 سال به سر بودی، از آب و نان و هوای ایران استفاده کردی، از پولهای پول از خریده و بخشهای سپای امو سپای پازار تو استفاده کردی، بهترین تعمیر در ایران تو استفاده کردی، بهترین دفترها را در مشهد و ایران تو داشتی، تو آل زید ایران گرم میزینی. عجب انسان هم یک کمی وجدان داشته باشه، وجدانش بیدار بوده باشه، حق نمک هم بدانه خوب هست. ما خود نه در ایران زندگی کردیم، نه در ایران یک کدام یک ماه و 6 ماه را تکیم، جز یک سفر رسمی که رفتیم 19 نفر که از این بلغ رفتیم. تو خود سالها را اینجا تیر کردی. من اینمی جا مسئولیت داشتم در سال 76-77 میدان اویان به دست ما بود کنترلش. هر تیاره که می آمد پایین می شد، صندوق های از مرمی و مهمات پایین می شد، از کمک های جمهوری اسلامی ایران که در برابر توریسم و حمایت می کرد از قهرمان ملی، امی تیاره خوب پرو می آمد، خوب برای تو پایین می شد. در میدان اویان به دست ما بود، صندوق های سلاح و مهمات خود تو می گرفتی، پول و مواد یا شهر خود تو میگرفتی، پول به بخش میگرفتی و مواد یا شهید هم از رای بندر حیرتان میمد که همیشه مده جریان هستم، بیشترین کمک تو میگرفتی. وقتی که تو گریخت شکست خودی از بلخ، امی ما نبودیم که تا را به تیاره شانیم پیش خرمان ملی روان کردیم، بخش پول از دالر هم سکرتارای فرار گریختان و دیگه سکرتار ستالای تا گریختان،
نزدیکترین امکار به خدا قسم، او آقای حکمتیار دروغ نگو، به خدا قسم نزدیکترین سکرتاره پول فرار داد و ستالت فرار داد. امی خون ما بودیم، علم خان آزادی بود، مولوی صاحب علم شهید بود، استاد شهید گفت نمیکنم پرواز تا آقای حکمتیار نیاید. تو را ما رسانیم در به بسیار یک ازدحام خطرناک و کلان، جان خود همه در خطر گرفتیم و در تیاره بالایت کردیم، به خرامان ملی روان کردیم، اونجا برای دلی کوپتر داد، رفتی به تاجیکستان، تاجیکستان رفتی به ایران، اونجا هم تو ناسپاس اعلان کردی که ما را خرامان ملی چی میکرد، آمون صاحب ما را ترور میکرد، ترور میکرد دیگه امیر این کار خدمت میکنن، بعد دست خود تو امنیت میگیره و در تیاره میشن و روان میکنه اونجا، از اونجا هلی کوپتر میتر روان میکنه تاجیکستان، از تاجیکستان با تو را صحت و سلامت میرسونه به ایران. همه شرم هم خوب چیز است. تو را بایی کسی که گوشش خودت بریده یا شورای امنیت بریده یا خودش بریده، کسانی که انتحار سازماندهی میکنند، امی آقای حکمتیار آیا مسئولیت انتحار دو دختره، انتحار دخترانه اولین بار از افغانستان که آقای حکمتیار کرده، یک دختری که درای میدان هوایی خود انتحار کرد و یک دختری دیگه که من فهمیدنی فاینس بود یا طرف های پولی محمد خان بود، یک دختر اونجا خود انفجار داد و انفجاری که در فاینس داری، زن و مرد یک خدانی بسیار مشهور، یک خانه بسیار مظلوم که خانواده بشتر کشتی و این را اعلان هم کردی که این استشهاری است و افتخار هم کردی، بدوش هم گرفتی که تو بسیار به اصلاح کمال کردی که انفجار را بدوش گرفتی. آیا تو کسی را که حاضر هستی که به انفجار مسلمان و انسان بکشی به بانه خارجی ها، آیا یک کمی گوش بریدن برای بسار ساده است، برایتان بسار ساده است، کسی که انسان انفجار میتد تا انسان از وین ببره یا بدنامش کنه، کمی گوش با اندلسی زدن بسار ساده است برایتان. وقتی که خانم ها میره در سفارت امریکاست برای پدرش ویزه میگیره و زمین ملاقات و مذاکرات هم مساعد میسازه و بالاخره تفاهم با حکومت میکنه، کمی گوش بریدن بسیار آسان است برای جایگاه باز کردن برای خود، برای ترور شخصیت ها. خب دوستای عزیز، حرف بسیار زیاد است، نمیخوایم که وقت شما را بگیریم، وقت نان هم است، حتما بزرگان صحبت میکنن. باز من تکرار میکنم در پولی که تشکر و سپاس میکنم از عزیزانی که تشریف آوردن، و کسایی که صحبت های بسیار خوب داشتن، از آقای سرفراز خان، از آقای سلیم خان، از آقای سلیم رسول خان، همچنان از داملا صاحب نظر محمد و از خود احمد جواد جان که این مدیریت کردن و از فرزند کلان جناب مولوی صاحب که اینجا حضور دارن و همه قماندان صاحب ها، فرماندهان عزیزی ما که اینجا تشریف آوردن از راه دور و فرماندهان عزیزی پنکیر ما و جناب صاحب که پیشتر یاد کنم بشه خان اینا و خصوصا هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در راه جناب مسعود صاحب که یک بار از همه شما تشکر و قدردانی میکنم و ما را خرسند ساختن، خوش آمدین، همیشه دشمنایتان چشمشان کور و خودتان سربلند و سرفراز بوده باشین و به حکومت هشدار میتیم که در پی توطئه نباشن، از توطئه دستبردار شوند، ما از توطئه ترس نداریم، وضعیت از این بهتر نسازن. این هم هشدار است هم اخطار است. ما وحدت ملی را دوست داریم، ما نظام صالح را دوست داریم، ما همچنان که تا 16 سال خدمت کرده آمدیم، سال 17 هم میخوایم خدمت خوب بکنیم و ما را مجبور نسازن که حق ما را از این اضافه تلف نکنه که قابل قبول برای ما نیست و ما قابل قبول نیست.